سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به بسته خبر این ساعت از تلویزیون مهتاب. امروز شنبه 12 ماه میزان سال 1401 هجری خورشید است که برابر می شود با 4 اکتبر سال 2022 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. دیدار رئیس دفتر وزارت داخله با خانواده‌های قربانیان مرکز آموزشی کاج. وزارت داخله با پخش خبرنامه میگن که رئیس دفتر سراج الدین حقانی با خانواده‌های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج دیدار کرده است. دیدار نماینده اتحادیه اروپا با وزیر خارجه امارات اسلامی. وزارت خارجه از ملاقات توماس نیکلسون و هیئت همراهانش با امین خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه خبر داده است. شمع افروختن دانشجویان یک آموزشگاه خصوصی برای یادبود از قربانیان مرکز آموزشی کاش در دایکندی. دهاتن از دانشجویان یک دانشگاه خصوصی در یک دهمایی اعتراض در شهر میلی به یاد قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاش شمع افروختن. و برگزاری نمایشگاه نقش و رنگ به مناسبت گرامی داشت از روز معلوم در هرات. من قاضی‌زاده هستم با مشروع اخبار. رئیس دفتر سراج الدین حقانی با خانواده‌های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاش دیدار کرده است. وزارت امور داخله با پخش یک گزارش تصویری اعلام کرده است که زین‌الله عابر رئیس عمومی دفتر سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با شماری از خانواده‌های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاش در غرب کابل دیدار کرده است. وزارت داخله گفته که رئیس عمومی دفتر مقام این وزارت در این دیدار پیام تسلیت و غمشریکی سراج الدین حقانی را با خانواده‌های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاش شریک کرده است. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه شام دیروز در رشته توییت های از دیدار توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و هیئت امراهانش با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه خبر داده است. آقای بلخی نوشته که در این دیدار نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان حمله بر مرکزی آموزشی کاش در غرب کابل را محکوم کرده و آن را حمله به افغانها خوانده است. دهاتن از متقاضیان کنکور و دانشجویان یک آموزشگاه خصوصی شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی اعتراض در شهر نیلی مرکز دایکندی به یاد قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاش شمع افروختند و برای ادامه راه دانش آموزان این مرکز آموزشی کاش تایید کردند. معترضان شعارهای نسل کشی هزارها را متوقف کنید، آموختن علم جور نیست، سازمان ملل سکوت را بشکن، نسل کشی جنایت و خاموشی خیانت است و ما رهروان دانایی موعد و کاج هستیم را سر دادن. منابع از وقع انفجار در شهر کابل خبر دادند. خالد زدران سخنگوی فرمانده امنیت کابل وقع انفجار در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل را تایید میکند، اما میگویند که این انفجار تلفات در پی ندارد. به گفته آقای خالد زدران، انفجار ناشی از مواد جاذبه شده در کنار یک جاده بوده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. برگزاری نمایشگاه نقش و رنگ به گرامی داشت از روز معلوم در هرات. نمایشگاه نقش و رنگ به مناسبت گرامی داشت از روز معلوم امروز در هرات برگزار شد. مسئولان این نمایشگاه میگویند که در این نمایشگاه 150 اثر هنری بانوان این ولایت به پیشواز از روز معلوم به نمایشگاه گذاشته شده است. عبدالکریم اربابزاده مسئول برگزاری این نمایشگاه میگوید که نقش های با نمایش گذاشته شده به سبک های تازه از جمله سفالی و سیرامیک، نقاشی و نگارگری کار شده و آثار 15 بانی هرات است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شد. تا خبرهای بعد، خدا نگهدار.